توی قدم دوم میاد از اینتگریشن بای پارت استفاده میکنید. حسن دوم میگه موقعی که میخواید از دیفرنشال فرمولیشن به دیفرنشال فرمولیشن گذر کنید یا به اینتگرال فرمولیشن گذر کنید روی کل دامنه محصولی، در این اینتگریشن بای پارت گرفتن شما میتونید به شرایط مرزی بالقوه‌ای که میتونید تندر بدید دسترسی پیدا کنید. مفهومش چی میشه؟ مفهومش این میشه که شما الان میگید اگر W خواهش کنم دقت بکنید، اگر چنانچه W همون وریشن فی باشه و به جایی که فی بهتون اسپسیفای شده باشه اسپسیفای نشده باشه، درچه وریشن صفر نیست، برای که شما این تکه رو صفر بکنید که من اونجا بازش کردم، اگر چنانچه وریشن فی در این صفر نبود، اگر وریشن فی در صفر هم صفر نبود و شما خواستید کار رو جلو ببرید، باید تکلیف رو روشن کنید. خب تکلیف رو که نمیتونیم بگیم این پوزش کنیم که صفر بشه، باید بریم ببینیم اگر فیلم داده نشده پس چی به ما داده شده. لطفا دقت بفرمایید، این خیلی مهمه. اگر به ما فی در اکس و سه ال داده نشده پس باید یا شرط مزرور نوع دو باشه یا شرط مزرور نوع سه باشه. اگر شرط مزرور نوع دو باشه یعنی چی به ما داده شده؟ سکن، یعنی سکن داره منی به ما داده شده. مثلا اگر هم در اکس مسای سه هم در اکس مسای ال توی مسئله توی اینکه که نمتونه سکن داره به ما داده بشه، سکن داره به ما داده شده باشه یعنی دیفی به دی اکس در سه و دیفی به دی اکس در یک به ما داده. اما بیاشون میذاریم. خب این یه پیامد دیگری هم داره، اون پیامده حتی از این مهمتر چست من علمانی که میخونم جمعش کنم این جلسه رو تمام کنیم تو ذهنتون این باشه که در گذر از دیفرنشیال فرمولیشن به وریشنال فرمولیشن ما قادر هستیم شرایط مرزی بالقوه رو برای مسئله به دست بیاریم. اگر این W در A و W در C به ما داده نشده باشه باید اطلاعات در آن تو با این به ما بدن، اگر ندن نمیتونیم حل بکنیم، یعنی مسئله یونیک نیست جوابش. پیامد ناشی از دلیمیه کردن تعیین کردن شرایط مرزی بالقوه برای مسئله این هست. میگم و میگم سکندری داده باشه یا شد باشه یا ترکیبی از سکندری داده شد باشه، موقعی که میریم تبدیلش به دیفرنشیال به وریشنال